با حمد و سپاس با خداوند سبحان و درود به پایان بر روان پاک تمام انبیاء الهی، من محمود وسیق در برنامه برگشت به قرآن در تلویزیون جهانی زرین خدمت شما بیننده گرامی هستم. و امروز که امروز تاریخ 20 است، اصلا یا 10 اکتبر سال 2020 میلادی است، 10-10-20 خوب تاریخ است که بیاد میمانه به اصطلاح. بله، و جای بسیار خوشی است شما عزیزان را داریم به نصف بیننده خوبی از این برنامه، و همیشه مسرت دارم، همیشه خوش هستم که بیننده ما، عزیزای ما واقعا با قلب باز و قلب پاک آزادانه نظر خود ابراز میکنن، آزادانه انتقاد و پیشنهاد خود دارن، آزادانه سوال خود طرح میکنن. برای من بسیار جای خوشی است، برای از این که متاسفانه در کلچر ما همین چیزا قسم دیگه بوده که ما باید در زبان یک چیز باشیم، در دل چیز دیگه باشیم، که اگر بتانیم اینا را کاملا بزدائیم از بین ببریم. اصلا برای از این که حالت نفاق و حالت درویی بسیار بد است، و این حالت است که ما متاسفانه کلچر ما بخصوص در بخش دین همین فشار سر مردم ما وارد کرده که مردم مجبور شدن چیزی که در قلب شد به زبان نبیاره، برای از این که اگر بیارست به نامای مختلف یاد میشن. و اگر ما بتانیم، خواهر برادر ما اگر بتانن که همین نقیصه را، نقیصه بسیار جدی هست و نقیصه ضد اسلامی هست، با وصف که همچو کارها را کسایی که انجام میدن به خاطر خدا انجام میدن ولی کار ناروا میکنن، خاطر خدا سخت ناراض است از این آیه که کار ناروایی را به خاطر خدا، کدام خدا، کار خراب را به نام خدا ما انجام میدیم، چیزی که خدا نگفته ما انجام میتیم، میگیم که به خاطر خدا ما سر مردم فشار بریم، یکی را انتقاد بگو، یکی را تکفیر بگو، یکی را بد بگو، یکی را به انواع مختلف. نید ما آزادی، این آزادی را بر انسان ها بیاریم و برای انسان ها بدیم، برای اینکه آزادی خدا داد است که 1400 سال پیش قرآن کریمی را برای ما ارزانی فرموده. 1400 سال آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی انتخاب از مسلمان گرفته شده. کی گرفته؟ دین امی اسلام سیاسی که اسلام ناجوری هست، اسلام سیاسی که با اسلام قرآن ارتباط نداره، اسلام سیاسی که مورد پسند و قبول خدا نیست، خواهر برادر من. اسلام سیاسی امروز مورد پسند خدا نیست، برای که ضد قرآن است و مخالف تمام حقوق بشر است. فقط به خاطر قدرت یک تعداد انسان ها ایجاد شد و به اون رنگ دینی دادن، و تا امروز که 1400 سال میگذره هنوز هم اونمون دین سیاسی حاکم هست و هنوز نسل ها را آلوده کردن و نسل های دیگر هم آلوده میکنن. و امیدوار هستم که همه، اگر وایز مبلغ ماست، اگر پیروای و شنونده و بیننده هست، همه تکانی به خود بدن و رای اسرای خود از طریق قرآن به سوی خدا باز بکنند، از طریق خرافات و از طریق روایات مزخرف و ناجور به سوی خدا رفتن نیست، به سوی شیطان رفتن است. کسایی که از راه دلشان خوش است که ما به سوی خدا میریم، اونا متاسف هستم که میگم اونا به سوی شیطان در حرکت هستن، نه به سوی خدا، به سوی شیطان. ولی شیطان خوش است که شما هر چیزی که نام مرا میمانین بانین، ولی به این چیزی که من میگم به مسیر پیش برین، و مسلمان امروز به اون مسیر پیش میره. اسلام سیاسی منظورم است. ما داریم شکر میلیون ها مسلمان های خوب داریم، اما به نیست امت بدبختی های بیشمار ما داریم، برای اینکه اسلام سیاسی بسیار ریشه قوی داره و اگر ریشه هایش باید سست شد، باید متزلزل شد، باید همه بدانن که اسلام اسلام قرآنی نیست، اسلام محمدی نبوده و اسلام است که امروز جهان را، اسلام سیاسی اسلام است که جهان را
به سوی فلاکت و بربادی و هلاکت به پیش میبرد و حتماً و حتماً غضب خدا و قهر خدا هم نوا هم این غضب است که امروز ما عقب مانده ترین بدبخترین فاسدترین کشورها کشورهای اسلامی است و خونریزی و قتل و غارت و فساد اینا به حد و کمالش رسیده. البته بله، امید است که این نکات است که باید در نظر گرفته شود. دوستان عزیزای ما که لطف دارن تشکری از پیشان بکنم، مثل آقای همنوای نعیم، رازی عفیفی، فلورنس افغان شاید باشن، ای اف جی، فرید عمر، اقبال نوری و دوستان دیگه که سوالات دارن، هم سوالاتشان یا تبصرهایی که کردن خدمتشان هستم که این تبصرها را جواب بگویم و به خصوص که یک تن از عزیزای ما آقای محترم آقای عبدالانسان که اونا هم سوال بگویم یا سر مسئله سر مسئله که همی آیه در بخش ترجمه توضیح خواندمای 34 سوره نساء که سه مرحله است که نگون و نصیحت است و دور کردن از در بستر است و لطکوب کردن زن هاست، سر از این من کلب های آوردم که باید دیگه این مطلب ریشکن شود از جامعه ما، برای اینکه زن افغان، زن مظلوم افغان به خصوص در افغانستان فوق العاده اذیت میشه، فوق العاده رنج میکشه، فوق العاده درد میکشه و به نام دین پاک اسلام همچون خرافات و جنایات و جنایات بر علیه زن هنوز رواج داره. کلیپ های را آدم میبینه تکان دهنده است واقعا، به او خاطر بیننده ما بتانیم که از این استفاده بکنیم و ضمناً برای دوستا و عزیزایی که در هر کجایی که هستن و خصوص در افغانستان هستن باید همچون چیزا برسد که مردم ما به سوی کتاب خدا بیان و تعبیرهای خوبتر و بهتر از این کتاب را که متاسفانه اون تعبیرها را کنار زده بدن به خاطر مسائل سیاسی اسلامی گفتم یا جهالت و تعصبات نادانی و اینا. خب برای مسلمان بیچاره گفتم پیشتر اگه شرام کردم که در اون شرایط جنگ و کشتن و قتل و غارت و اینا تربیت شدن و کلان شدن و به اونمون شکل رشد کردن و تربیت دیدن و تا امروز همی زدن و کشتن در کشورها رواج داره، به این که به یک چیز بهتره تبدیل بکنیم، خوبتره تبدیل کنیم. قرآن کریم ببینیم چی میگه در این موارد. البته صحبت های مفصل در اون موارد داریم. آقای حنیف حبیبی لطف کردن، از لطفشان تشکر، یاد کردن وقت نماز در قرآن و چی وقت قضا میشه و از این مسائل یاد کردن. ببینید که وقت نماز قرآن کریم تعیین نمی کنن. البته اینطور وقت نماز که 5 بجه دیگر وقت نماز است، این رقم تعیین نمی کنه قرآن کریم. بله قرآن کریم یاد کرده که فرزن در سوره اسراء، اگر خدمت دوستا امیده یاد بکنم، در سوره اسراء سوره ابدام قرآن پاک است، آیه 78ش یاد میکنه اقم الصلاة لدلوک الشمس، شما نماز بگذارین از دلوک، یعنی زوال آفتاب. زوال آفتاب، ببینید زوال آفتاب که در یواد آفردن در امریکایی که ما هستیم تقریبا 2:30 چیزی کم 1 بجه زوال است، یعنی نماز ظهر روا میشه بعد از الاغ سق اللیل تا تاریکی شب، کم نماز شام فرا میگیره و نماز خفتن که تاریکی شب نماز خفتن منظور است، و قرآن الفجر و ضمناً قرآن نماز صبح، نماز فجر، نماز صبح است، پس سه وقت نماز یاد شد، سه وقت نماز اینجا یاد شد. و بازم در سوره بقره یک جای دیگه یاد میکنه که حافظ و علی الصلوات و الصلاة الوسطى، صلاة الوسطى که تعبیر و تعبیرهای متفاوتی است اما تعبیر جامعی ترش هم همیست که صلاة نماز میانه و منظور است که بین پنج نماز، خب نماز سومش و سه نماز میانه است، نماز عصر و اینا منظور است، یعنی نماز خواندن، نماز اینا ارتباط است که انسان ها با خدای خود قائم میکنن، روابط خدا با خدای خود قائم میکنن در یک وقت مناسب، در یک زمین، در یک شرایط مناسب، نه که
ما اگر خود را در چارچوب وقتهای معین شده که انسان تعیین کرده ما خود را قلابند بکنیم، در یک جای در یک جریان یک چیز شدیم، یک دفعه میبینید که تو آزان داده میشه کنید والدی نمازت میدقه فقط پنج دقیقه خدا وقت داره، با دوزو میره و یک مجلس دیگه خود میره و دیگه باز وقت نداره، این پنج وقت ما برای نماز بخوریم. خدا تو نیست از جای مگه تو فکر کردین، خدا را غلط فکر کردین. در جریان صحبت های دینی تا بعضی اوقات بوده، صحبت های بسیار خوب دینی بوده که بنده ده نفر بیست نفر یک جای ششته و صحبت میشستن، یک دفعه وادی نماز است، یک کسی همو بخبرترین از اسلام همو کسی همی صدا را میکش اصلا همو وادی نماز است، ناوقت میشه چیز شد، یعنی صحبت ها را ختم، این صحبت ها بانه، این صحبت ها مختل میشه، الان میریم که ما نماز میخواییم و اینا به نزاکتی خواه هست که هست. اما امو کسایی که شاید از دین هیچ معلومات ندارن یا بسیار غلط فهمیدن، امو کسا بیشتر امیر انوان میکنن، مثل از این که در اونمو دقیق باید نماز شما خلاص، این نادرست است، ناجور است. امیدوار استم البته دوست عزیز ما آقای حنیف حبیبی دوست محترم استن که این سوال ها رو میکنن، این سوال هاییست که فرصت برای من میشه که من بتانم امیر یک در توضیح خدمت دوستا و عزیزیابتم که نماز به اون عنوان نیست، نماز یک قرارداد نیست که ما باید انجام بدیم، بلکه نماز همونطور که صلات، صله، ارتباط، کنکشن خود ما با خدا قایم کنیم در یک فضای آرامتر، شرایط خوبتر، بهتر، در خانه خود هستیم، در مسجد هستیم، در خانه دوستا هستیم، اگر فرصتش میشه و بتونه، یک شرایطی است که آدم میتونه که میره نماز خود بگذاره یا نمازهایی که از طرف شاه در خانه خود آدم میخونه، هر جایی که راحت تر و آرام تر و مسئول تر و دور از ریا و تظاهر و اینا، دور از ریا و تظاهر اینا. بعد کسا را میبینه یک موتر اگه جای ساعت که خراب بیاری نماز بخواد، پارک از خراب بیاری نماز، البته من بد نمیگم اونا را، شاید مخلص هستن ولی نمیفهمن که ما بخواد یک عجله داری، یک جایی که برید یک جای درستر، خوبتر، بهتر برتان پیدا کنید، در سر سرک مردم تیر میشن میبینی، بر مردم اگر تظاهر نشان میدی که ما اینم مسلمان هستیم، مثل باید وادی نماز باز، این تظاهر است، تظاهر خدا نمیپذیره، تظاهر خدا نفرین کرده. اما اصلا این کارا رو بگذاریم، یک طرف بگذاریم، به این که مخلصانه و خالصانه دین خود را، خدای خود را، خدای خود عبادت کنیم، دینش را پیروی بکنیم و در یک فضای بسیار آرامتر و خوبتر و بهتر بتانیم که به پیش بریم. و دیگه یاد کردن که مسئله نماز قضایی چه قضا میشه، البته که نماز قضایی در قرآن کریم هیچ جا نامده، هیچ وارد نیست که نماز قضا شده. من گفتم فردن یک جایی شده که یک سفر هستیم، عضوام نداریم، یک دو یک جایی هستیم که اصلا امکانات شام نیست، خب نماز شام میشه نمیتونی خونده، خانوادین یک طور کار نماز رو بخونیم، یک سیرکات نماز رو بخونیم، یک سیرکات منه هم سیرکات رو خوندین، شما در حقیقت شما به خاطر تان بوده که باید نماز بخونید، اما فرصت، زمینه یا شرایط مساعد نبود. یعنی خانم سیرکات تا نمیخوانی، خدا از قلب ما آگاه هست که ما نظر ما چی بوده، منظور ما چی بوده اصلا، و پیش خداوند هیچ وقت گم نمیشه. نماز تا نخواندید هیچ قضایی نگوید، سیرکات نماز تا برتان فرصت میسر نشد، دو ساعت پیشتر، دو ساعت بعدش خواندید کاملا میتونید بخوانید و انشالله و ارتباطتان با خدا قائم بکنید و خداوند میپذیره بدون شک، تا ای که یک شکل به شکل قرار دادی و عجله و دوست خلاص و باز بگیم این نماز خانیم بیغم شدیم بیاد اگه اینا هرچی که میکنیم، نه، نماز غم نیست، بلکه نماز ارتباط است که انسان با خدا، انسان با معبود، انسان با خالق هستی وصل میکنن و ببینیم که از این چی منفعت های برده میتونیم. اون ذاته که ذات است که تمام منبع هستی است، حیات بخش است، و اگر ما خود وصل بکنیم حیات روحی و فیزیکی و جسمی و اینا، آیده حال ما میشه بخصوص معنوی بیشتر، روی ما آرامتر، صافتر، پاکتر و درستر
میتونیم که با خود، با فامیل خود، با دوستا، عزیزای خود، در کار خود، در همه جای باشیم و خدای خودم زمنان فراموش نکنیم. و زمنان آقای بیبی یاد کردن که میشه که برمه زنگ بزنین که من نبرایتان صحبت بکنم و نمرتان رو ندارم. آقای بیبی از اگر شما لطف بکنید با نمرتان رو بانیم و بعد برنامه میتونم براتان زنگ بزنم و فیسبوک اینا و جای تفسیری بکنین، باز میتونم من براتان زنگ بزنم اگر شما فعلا براتان امکاناتش نیست که زنگ بزنید. آقای حسینیان یاد کردن که آدم از گل و هوا از چی پس ساخته شد. ببینید که من یه توضیح دادم، البته قبلم یک انداز اشاره به این مورد صحبت های کردم، به این مورد بود تقریبا، اما بازم خدمت برادر محترم و زمین دوست و عزیزای دیگه هم باید یاد بکنم که اینا تمثیل هست. هفته پیشترم یاد کردم یک تمثیل هست، قرآن کریم یاد کرده. اگر ما اینطور فکر بکنیم که خداوند گفت که برین خاک، برین جمع، برین خاک جور بکنین و گل و خاک مشکنین و گلش کنین و ساختش بسازین، سختش کنین و یک انسان بسازین با درش میدمم دمیدم و بر انسان شده و رب بقیه، این خنده دار است. اگر ما اینطور فکر کنیم دین مسخره کردیم. و من یقین دارم که آقای حسین جان محترم است، بسیار سال فهمیده و دانسته است، نظر فکر نمی کنن، ولی انقل می خواهیم نظر بفهمند که یعنی چی. و ضمناً یاد کردن که در 120 درجه روزه گرفتن چقدر دشوار است، این مسائل یاد کردن. و یک ماه پیش، خب چون مسئله شراب بویم یا واین بگویم یا مشروبات الکلی هفته پیشتر صحبت کردیم، اونا یاد میکنن که یعنی در 120 درجه اگر انسان ها روزه میگیره، خب واضح است که او سخت است و شرایطش سخت است و این مسائل که افکشاری که یک جمله آوردن. اما باز یاد کردن که یک ماه پیش مراکز صحی اعلان کردن که روزانه یک گلاس واین سرخ بسیار مفید است. همین خون مربوط خودشان است، همین آزادی انسان ها داره و این جای بسیار خوشی است که یک انسان میاید و نامی برگشت به قرآن میشنوند و امیرام ابراز هم میکنن، صادقانه ابراز میکنن که بعد اوقات واین میدوشن و این جای خوشی است. وقتی که ما باشیم، خب همینطور باید باشه، همه ما همینطور باید باشیم، نه ای که باید ما بگویم که نیوالا چوی ترسیم یک چیزای خشک و چیزی دیگه را ما مطرح بکنیم که والا نام های عجیب های نیم سر یکی دیگه بانیم، نی برادر هم هستن، خوهر هم هستن همه. و ما این رو یاد کردیم با شراب نوشیدن کسی کافر نمیشه. خب یک سر چیزا در کلچر افتاده، یک نفر شراب واین می نوشه تا یک نفر که دروغ میگه، دروغ بسیار معمول است، بسیار رواج داره. حتی میتونه اگر نفر که واین مینوشه او را بسیار کلمات خراب بزنه و دروغگوی، چون خودشان هم دروغ گفتن بسیار زیاد عادت کردن، اصلا هیچ باک ندارن، تهمت کردن هیچ باک ندارن. او هم گناه است، او هم گناه است، او هم خدا منع کرده، او هم خدا منع کرده، یا هر چیز دیگه. اما به هر حال اینا رو باید یاد بکنم که هفته قبل یک تن از بیننده های عزیز دیگه ما زنگ زدن، اونا درست برعکس زیر یاد کردن. ببینید اونا یاد کردن که یک وقت مردم تکنولوژی ساینس اینا به یقیده بود که خورد نوشیدن واین سرخ برای صحت مفید است، اما اونا یاد کردن که در سالهای اخیر به اصطلاح گفتن که نه، اصلا نوشیدنش مضر است و من هم میفهم سلولای مغز از بین میبرم از این مسائل. اونا همین هفته پیشتر یاد کردن. آقای حسینیان هم یاد میکنه که یک ماه پیش مراکز صحی همین اعلان کردن که شون نوشیدن واین سرخ بسیار مفید است. ببینید اینا ساینس هست دیگه، ساینس و تکنولوژی. اونا هم یک ساینتست به اون شکل به اون نتیجه رسیده، ساینتست دیگه به نتیجه دیگه رسیده، هر دوش معنی براز میکنن در حالی که با هم دیگر در دو در تضاد مستقیم است. اون ابراز میکنن، جای خوشی است که ابراز میکنن، نظرات مختلف است. اون یک تعداد یکی را گرفتن، یک تعداد یکی دیگه را گرفتن. ولی قرآن کریم یاد میکنه که
در آیه 219 سوره بقره که من حتی قبرم اشاره کردم یاد میکنه که از شراب قمار از تو میپرسن بو که درش گناهم هست و مفادی هم هست، ولی گناهش بزرگتر از مفادش هست. یک مومن باورش داره، باور بمیداره که گناهش که از مفادش کرده زیادتر است یا نقصش از مفادش کرده زیادتر است خودداری میکنه. اما این مربوط خود انسان ها میشه که خود انسان ها چی میکنن، چقدر ایمانشون هست، چقدر باور دارن، چطور عمل میکنن ده اینا از این آیه. اما من به این باور هستم که نقصش از فایدهش کرده زیاد است، ولو که همی ثابت هم شوه که فایدهش فایده داره، از نظر صحیح هم فایده داره، ولی قرآن کریم که میگه نقصش ازش کرده زیادتر است، من اون رو در نظر دارم که نقصش زیادتر است و خودداری کردیم تا امروز و خودداری میکنم انشاءالله. و ضمناً آقای فرید عمر و اقبال نوروزی دستگل رو ماندن خدمتشان، من هم لطف از لطفشان مهربانی هایشان تشکر میکنم. اینا دوستا و عزیزای ما هستن که تشکری هم داشتن ازشان باید میکردم و کردم. و ضمناً در یوتیوب آقای صدیقی، سمی صدیقی هم لطف کردن، گفتم جای بسیار خوشی است که دوستا رو واقعا با قلب باز دارم. والا من بسیار احساس خوشی میکنم که در لفافه نه بلکه قلب باز صحبت میکنن، نقد میکنن، نظر میتن. و یه آقای صدیقی عزیزم یاد کرده که یعنی بسیار لطف کردن، توصیف اینا که کردن و یاد کردن که شاید از 15 سال است که من بیننده برنامه تان است. یه افتخار مدار، واقعا جای بسیار خوشی است که امروز خواهر برادر ما هست که از زمانهای طولانی کار دارن برنامه ما را میشنوند. مشتاق کردن که بیننده برنامه شما هستم و همچنان برنامه شما و شفیعیار که با نشتم کردن که با همه نظراتشون موافق نیستم، که اصولا باید همینطور باشه دیگه. ما برنامه سازا هر چیزی که میگیم خب نباید همه موافق باشن، مگر اینکه بهمون نظر باشن، یا ایست که به نظرشان بعضی چیزهای ما اگر معقول به نظرشان نمیرسه مسلمن بسیار خوب است که موافق نباشن، یا سوالی رو مطرح میکنن از طریق فیسبوک و یوتیوب اینا، یا ایست که خودشان تحقیق میکنن، یک ذره به کار میفتن و یک چیزی بهتر پیدا میکنن، بسیار خوب است. همین طبیعی هم اینطور است که باید همینطور باشه. قیام امیر یاد کردن و اینا یاد کردن که شماها همی روشنگری را ایجاد کردین و بسیار زیاد که جای بسیار خوشی است. و ضمناً مشتکدن که صادقانه و بسیار واضح یاد کردن که ولی وقت خداوند کلمه فاحشه فحشاره که یاد کرد در افتی قبل صحبت هایی کردیم یاد میکنه و این خداوند حیان نمیکنه از این کلمه، از یاد کردن از این کلمه. میگه چرا شما این بر ما گفتن که چرا من نمیگم اون کلمه را، نمیگم یک کلمه کوشکلم یک کلمه دیگه ازش چیز کنم. خداوند یعنی در حقیقت از گفتنش حیا نمیکنه و شما حیا میکنید و نمیگویید دیگه، که بسیار تشکر میکنم ازش. ولی البته کلمه فاحشه یک که گرچه تقریبا به می همین شکایت را آقای عبدالانسان هم کردن که می امروز صحبت میکنیم، اما در مورد کلمه فاحشه اینا، ببینید فاحشه کلمه عربی هست، کلمه فارسی نیست، کلمه عربی است. و این کلمه عربی اصطلاحاً در بین جامعه ما غلط به شکل دیگه تعبیر شدن. وقتی میگن فاحشه یا میگن زن فاحشه است، یعنی زن است که زناکار زانیه است در حقیقت. و اینم خدمت تمام دوستان، البته منظورم برادر ما عزیز ما آقای صدیقی نیست، تمام دوستان خدمتشون یاد بکنم که وقتی ما همی کلمه را برای یک خانمی که فرزند بی بند و بار است، بی باک میگرده، بی باک لباس میپوشه در کشور خود ما فرزند و از این مسائل، اگه کلمه را ما برش اطلاق میکنیم، چون این کلمه وقتی میگیم فاحشه یعنی کلمه است که به زانیه در فکر ما هست، یعنی به زانیه به زنا متهم شدن، در اون صورت ما سخت پیش خدا مسئول هستیم از این آیه، برای اینکه ما 4 شاهد باید داشته باشیم. اولی که باید یاد کنیم کلمه شاهد به این معنا نیست که وقتی ما اگر فرزند
همچون یک حادثه را خدا خواسته در مقابلش قرار بگیریم، باید بریم یک جای شاهدی بدیم فلانی تو. ما it's none of our business. اصلا به ما با ما تعلق نداره. خب یک چیز کرد انسان، خدایش میفهمه، خالق عمل کردش خودش خدایش میفهمه. اما اگر در یک جای قرار میگیریم که ما منعیست شاید طلبیده میشیم، بله حقاقی باید رایات کرد و هم بگردیده باشیم که اصلا ممکن نیست همچون چیزی. من گفتم 35 سال است که من بیرون از افغانستان زندگی میکنم، در کشورهای اروپایی و امریکا و اینجا قطعا ندیدیم و یقین دارم شما همچون سری نمیبینید. اما این که ما در کلچر خود یک کس نمیگیم فاحشه است، یعنی در قدر متهم به زنا کردیم و از این ناحیه مسئول هستیم. امیدوار هستیم که کلمات را ما دور کنیم، این کلمات را دور کنیم. چرا شاید گفتیم یک نفر یک خانم بیباک بوده، بیباک لباس میپوشه، بیباک حرکات داره، بیباک صحبت های میکنه، بیباک با هر کس میگرده. خب چون زنا یک مرحله دیگه است و یک چیز دیگه است، کاملا ازش خودداری کرد و زنها را نه به خاطر عفت و پاکدامنی زنها، به خاطر آبرو عزت زنها و به خاطر پاک ساختن جامعه از این چیزها ما میره نگاه بکنیم. یعنی نباید که همچون نامایی که بسیار زننده هست ما برای نام استفاده بکنیم. پس یک من کلمه فاحشه قرآن کریم که یاد میکنه در دو مورد یاد شده، هم بی پروایی و بی باکی و بی عفتی و اینا، و هم زنا در دوش یاد شده. اما کلمه زنا که من یاد کردم، کلمه زنا کاملا در سوره نور با وضاحت یاد شده، از زانی، از زانیت و از زانی، فجلدوا کل واحد منهما مئة جلدة، که او اصلا کاملا یک مطلب علایده است. و تشکر میکنم که آقای صدیقی عزیز امیر لطف کردن و من کوشش میکنم که بهتر ایره امون کلماتی که هست یاد بکنم، که همونطور یاد کردم که آقای عبدالانسان هم همین انتقاد دارن. اونا چی میگن؟ اولی که یاد کردن در مقدمه انتقاد خود که گنگترین، بی‌نظم‌ترین، مبهمترین کتاب قرآن کریمه یاد کردن، که قرآن کریمه است و با تناقض بسیار زیاد که مثل موم میتونه تعبیرات مختلف هر کس از پیشش بکنه است. به این شکل یاد کردن که سر روی تفسیر دیگه باید بکنیم انشالله. ولی یاد کردن که آقای وسیق مک، کلمه مکر را توتعه، در یک جای توتعه میگن و بلا فاصله وقت دارن برای خدا یاد میشه، بازور همین کلمه یاد میشه، بازور پلان یاد میکنن و به سرعت هم گذشتن، که کاملا درست میگن آقای عبدالانسان، کاملا درست میگن. ایره کلمه البته در سوره سوم، سوره چیز بوده که آیه، سوره سوم آیه 54 یا آیه 34، آیه 54 بله، و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، و مکرو مخالفی، اونا مکر کردن و مکر الله و خدا مکر کرد، و الله خیر الماکرین، و خداوند بهترین مکر کننده هست. اصلا ما باید این ایتور ترجمه میکردم، یا ایتور ترجمه میکردم که اونا هم پلان گذاری کردن مخالفین، و خدا هم پلان گذاری کرد، و خداوند بهترین پلان گذار هست. آقای عبدالانسان که شکایت کردن یا نقد کردن، بگویم نقدشان بجا هست، ولی برای که در یک جمله کلمات پالوی هم آمده، ما یک جایی رو مکر در این مورد توتیه معنا کردیم و در مورد خداوند باز پلان معنا کردیم. این اردوشه به میخاطر من خواستم که امیر انتقاد درست است، کاملا سالم، من بدون شک میپذیرمش و کوشش میکنم که همون کلماتی که در هر دو مورد به کار رفته، در مورد خدا و در مورد کسایی که به خدا ایمان ندارن، این کلمه به کار رفته، این مطلب را، این کلمه را ما به کار ببرم، قضاوت به دست دوستا و عزیزا و بیننده و خواننده و اینا هست که اونا خودشان چی قنه چی نوه قضاوت در اون مورد میکنن. چون کلمه مکر اینا کلمه است که ما داریم در زبان خود، مرسوم داریم البته. بله خب، و ای که یاد کردن در مورد از ای که قرآن کریم گنگترین و اینا هست و بی‌نظم‌ترین و مبهم‌ترین، ولی خب اینا فرق میکنه
من به اون عقیده نیستم. البته کل قرآن تو یک چیزی نیست، برای قسمت های قرآن هست که آیات از جای دیگه به جای دیگه میره و مبهم هست، مشکل هست، تناقض ظاهرا معلوم میشه. اما من اینا را گفتم اگر یک روز به خاطرتان باشه که من گفتم تا زیبایی قرآن در این بی‌نظمی است، شاید خنده‌دار باشه برای اقتدار، اما منظورم ایست که ما را به کار وادار میسونه که باید بگردیم پیدا بکنیم. باور بکنین عزیزان، مخلصانه براتون میگم، سوره یوسف یگانه سوره است در قرآن کریم منظم از الف تا یا همه چیزش از سوره حضرت یوسف تذکر رفته. بارها شده که من وقتی سر سوره یوسف میرسم ازش میگذرم، از سوره ده شروع میکنم، برای اینکه همه چیزی به فکر من است. آرایش میخونم میفهمم آیه بعدیش چی است، اما دیگه جای قرآن نیست. با واسه من بیشتر از 50 بار قرآن کریم خواندیم با ترجمه با زبان عربی و انگلیسی و فارسی، اما هنوز یک عمر دیگه کار برای کارم برای پیدا بکنه آیات ارتباط شانه، تضادها چطور برطرف میتونه شود. اینا یک عمر کار داره بر انسان. بر انسان ها برنامه میسازه خدا، برنامه‌ایش هست که برنامه‌ایش که واقعا ما گفتم حتی 3-4 سال است تقاعد کردیم به خاطر میگه والا همین که من وقت برمی پیدا شده که وقت قرآن کریم که وقت کافی داشته باشم تحقیق و ریسرچ و این مسائل کارهایی که من در 3 سال اخیر کردیم، من در جریان کار خود فول تایم کار میکردم، نمیتونستم، فرصت نبود و خوش داشتم که زودتر یک ذره تقاعد زودتر بگیرم از کار خود و بتانم که وقت کافی داشته باشم و این مسائل خود برسم و این را در طریق همین تلویزیون و میدیا و اینا به خدمت برادر خواهر ما که تشنی حقایق هستن، همه برادرای ما ولو مخالف هستن، ولو که عقیده به کتاب دارن یا ندارن، خدا را قسم دیگه شناختن، کاملا محترم هستن، عزیزایم هستن، برادر خواهرم هستن، اما ایره من خوش دارم که امیچ کتاب را داریم و از این استفاده میکنیم و واقعا هنوز عمر انسان که اگر 100 سال باشه بسیار کوتاه است کتاب را بفهمن. یعنی به این معنا نیست که بفهمن خب که کتاب نفهمیم خب خیلی چی معنا میده، نه، ما هر قدرش که میفهمیم اونمو زندگی ما را کاملا سربراه کرده، هر قطره از آب حیات از برای ما که میتونه ما را به سوی حیات ابدی به پیش ببره، ما را در روشنایی قرار میده. اما اگر ما باییم تمام قرآن را همش فهمیده باشیم هیچ میسر نیست با عمر کوتاه، به هیچ کسی میسر نیست، باید تعبیرهای متفاوت میپذیره، تغییرات متفاوت میپذیره، تضاد ها و ظاهرن در تضاد و تناقض در یک جای از یک جای یک آیه باید دیگه هست، اما اینا ما را وادار میسنده که بیشتر کار بکنیم و بتانیم بیشتر در چیز ازش استفاده بکنیم. و قسمت عمده سوال آقای عبدالانسان، سوالشان بگویم یا همین توضیحی که دادن که زدن در مورد زنها اینا که آیه 34 سوره نساء هست که من امروز در بخش ترجمه توضیحی هم در اون بخش بودم، البته همون رو توضیح دادم و از اونا تقاضا کردم که کسایی که میبینن مشنون باید این برنامه برگشت به قرآن امروز هم بشنون، برای از این که ما کلپای را آوردیم که دوستان عزیزای ما ببینن که این تعبیره که من تقریبا گفتم سالها پیش و می تعبیر آمده بودم از دید قرآن کریم، آیات قرآن کریم به معنای مختلف و متفاوت داره و من به می شکلی توجیه کرده بودم که اگر به مرحله میرسه که ناسازگاری بین زن شوهر زیاد میشه و شوهر متوجه میشه که شاید از طریق یک خواهرش، یک طریق خالش، همیش کاکا، ماما، هر کسی که هست، همین ناراحتی ها یک اندازه روابطشون خوب نیست، تحریکات مسائل انجام میشه، یک هفته این خانه ما روانشون میکنند. امی یک هفته باور بکنید به ثمر نمیرسه که خانم متوجه میشه که اونجا خانش نیست، او رقمه که در تلفن برش میگفتن رقم نیست، بابا یک میمان است و اونجا نانخوری زافیز به اصطلاح
خانیش نیست، خانی خوارش از دیگه اونجا، خانی خودش نیست، خانی برادرش هست، خانی اما و کاکا و مامایش هست، خانی پدر و مادرش هست، خانی خودش نیست. خانی خودش جایش که شوهرش هست، خانی خودش جایش جایی هست که اولادش هست. خودش اونجا جور کرده، نظم داره، دیکوریشن و فرنیچر و رنگ روغن و پرده و در و دیوارش هم همه چه خودش درست کرده، اونو خانهش هست، متوجه میشه. یعنی ودر بوهن نکه آمدیم آیه آخر، قسمت آخر همی آیه اونو چیدش هست. یعنی ودر بوهن نه که گفتم متاسفانه در کلچر ما شدیدترینش میگیرن با تاسف، یه وضعی که در حال که پیامبر خدا اینا خدا تر امت پیامبر رو میگیرن، او پیامبر میگه که یسر و لا تعسر، آسان بگیرین، مشکل تراشی نکنین، در حالی که ملا واعظ ما متاسفانه اما مشکل ترینش سختترین و شدیدترینش رو انتخاب میکنن. یکی از معنای ودر بوهن زدن هست، اونمو معنا داره، در حالی که ابدا معنا داره. حالی که ببینید که هم یک کلپ رو براتون یک نشان بده، یک تبصره روش میکنم که جواب آقای عبدالانسان و ضمناً بر خواهر برادر ما روشن شد که چی معنا میده و بتونیم بخصوص کسایی که در افغانستان هستن بفهمن که اگر کسایی که میمیارن شیر بکنیم برشان، برسانیم برشان تا بتونیم که چی کرده میتونیم که امو خواهرای خود در اونجا مسئول داشته باشیم و زندگی های فامیلی آرام تری داشته باشن تا ای که بگوین خدا گفته که بزن. ملاهایش میگم، ملاهایی که آقای نیازی را مخبرتش بکنن به چه شکل در این مخیده داشتن، اینا داکتری هم دارن. اینا فکر بکنین چقدر بدبختی ها هست، بدبختی های در کشورهای ما که وجود داشته. ولی بهرحال ببینین یکی از بسیار کلپ های مختصر است، ترجمه فارسی کردم براتون که ترجمه‌اش رو ببینین، خودتون دقت بکنین ببینین که چی معنا میده، بخونین و هر موقعی که خواسته باشین ویدیوش استارت میکنین ببینین. بسیار مختصر از ویدیو زیادتر بوده، اما من این قسمت شگرز می یک جمله چون هفته ششم ویدیو براتون آوردیم، بسیار مختصر که کل شاید دو رقم نشه. چیات میکنم؟ منظور از ضرب یعنی جدایی. قرآن کریم میگوید به موسی وحی کردیم که با عصایت بحر را از هم جدا کن. ادرب، ادرب یعنی بزن، یعنی جدا کن. ادرب یعنی کلمه یک معناش زدن است، ادرب یعنی جدا کن. المقصود بالضرب یعنی الفصل. و یقول القرآن الكریم فاوحینا الى موسی ان اضرب بعصاک البحر، اضرب یعنی فرق. نساء آیه 34 سوره نساء آمده که ودربونه، که همه میگن که ودربونه یعنی بزنین، استخوانش باد نشکنه. شما فکر کنید جنایت کردن، مولا جنایت کردن، 1400 سال اینا به این شکل دوام کردن. کلمه ضربه دیت معناها الاصلی الانفصال، الانفصال والابعاد والترک. ببینید این شاید دیگه معنای اصلی کلمه ضرب یعنی جدایی، انفصال میگن، یا فاصله گرفتن یا ترک کردن. یعنی که گفتیم تعبیرهای کردیم که میتونن فاصله بگیرن یک مدت، متوجه میشن، زن ها متوجه میشن، شوهر ها متوجه میشن، یا آرامش هم پیدا میشه، بالاخره مشکلات خودشان حل فصل بکنن. یا مو کسایی که تحریکات میکردن زنان متوجه میشه که والا زندگی من نمره شوهر من برای اولاد من است، چطور من این کار انجام بدم. کلمه ضرب ورد في القرآن ب 17 معنى، دي ضرب بمعنى السفر والبعد. قال تعالى واذا ضربتم في الارض، يعني گفتم کلپ های هر کدامش در دقیقه 15 کلپ است، منطقه من هم وقتیش آوردم که دوستا و عزیزای ما خستام نشن و ازش استفاده بکنن. جملات هستیشه کلمه ضربه یا ضرب در قرآن 17 معنا داره، ولی متاسفانه واعظ و مبلغ محترم ما که امیدوار است رای خدا بهتر بسازن، اونا هم اونو معنای زد سختری نشه اونا انتخاب کردن که زنن، گفته بزن خلاص. در حالی که قرآن کریم یاد میکنه که واشروهن بالمعروف، با زنانتان رویه بهتر بکنین، بهترین رویه داشته باشین.
خب مخالف قرآن هست، همون معنایی که مخالف قرآن است انتخاب میکنن، اما معنایی که مخالف عمل کرده پیامبر بوده متاسفانه انتخاب کردن. پیامبر آیه 21 سوره احزاب یاد میکنه که لقد کان فی رسول الله وقد لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در رسول خدا اسوه حسنه است برای شما، پیروی نیک است. و پیامبر در حیات خود که 9 زن همزمان داشتن، یک زن خدا سجده بالا نکردن، ولی همی آیه قرآن سر خود تطبیق کردن که من یادم کردم که 9 زن روان نکرد به خانه پدرش، بلکه 9 زن در خانه ماند، خودش برای یک ماه از خانه برآمد. و ادربوهن یعنی ترک کردن، سفر کردن، فاصله گرفتن، اینا بیانش میکنن. اكثر منا يطردها، يضربها يعني يطردها، يطردها من البيت. ببینن اینا بیشتر از این یا به صحبت همی آیه را، همی سه قسمت آیه را که یاد میکنه که اگر شما از ولاتی تخافون و شوزهون فعیذوهن، اول وعظ نصیحت بکنین، سر از او تبصره میکرد، گفتون کل پایشان ده دقیقه 15 دقیقه است، تبصره میکردن. و بعد از او اگر او کارگر واقعی نشد وهجروهن فی المضاجع، در بستر جای بستر تانه جدا بکنین، که باز امین هم امین شیخ توضیح میده که یعنی حتی یک تعبیری است که بستر تانه جدا کنین، تعبیر دیگه است که حتی بستر تانه هم جدا نکنین، در امون بستر دور باشین از هم دیگر، در امون بستر یا تخت خواب که هستین از هم دیگر دور باشین. نشان میده یعنی خانم درد میکنه که شوهرش ناراحتی میکشن، از یک چیز نارام است ناراحتی میکشن. و بعد از او مرحله سیومش که ودربوهن نه آمده، و شیخیات میکنه که بیشتر از این یعنی ودربوهن یعنی ترکش کن، یدربها یعنی از هم دور شوید، یدربها دورش کنین، در حقیقت روانش کنین، گفتیم خانه دوست و کسیش برای یک هفته برای که ببینه که یک آرامش هم برش پیدا شد، و ضمناً ببینه که شرایطی که در اونجا هست، کسایی که مداخلات میکردن اونا هیچ دوستش نبوده، باعث فکر نزدیکترین کسایش باشه، مداخله در امور زن و شوهر دوستی نیست بلکه دشمنی هست. ببینید به می وضاحت اینا یاد میکنن. الآية القرآنية اللي هي في سورة النساء واللاتي تخافن نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكن فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الضرب بمعنى الإبعاد، بمعنى يأتي بمعنى فضرب بينهم بسور، علمتي يعني كحاجز، يعني لا تكلم ابتعد. ببن درجة وخانم زنج ميزانة لایف از در برنامه، خانم زنگ میزنه و سوال میکنه، میایی 34 سوره نساء را میخوانه که نیسته مرحله را قرآن کریم یاد کرده، و این شیخ یاد میکنه که ضرب که قرآن کریم یاد میواد ربوهن نه زدن لطکوب معنا نمیده، ضرب به معنای دوری، واد ربوهن نه بازم دورشون بکنه، اما کلمه دوری یعنی کل تقریبا عین معنا را دارد، مثل پرده که چیز یاد کردن یک آیه قرآن میخوان که دور به بین هم به سور لهو باب، از آیه قرآن میخوان پرده معنا میتن، مثل پرده یعنی گپ نزنین از هم دور شوید، گپ نزنین با هم دیگر، چرا گپ زدن در حالت ناراحتی ناراحتی ها را بیشتر میسازن، گپ نزنین بلکه از هم دور شوین که هم بر شوهر هم بر زن یک آرامش ایجاد شود، و این آرامش شاید که کار بکنه و پس دوباره همی بتانن که چیز کنن زندگی خود به شکل بهتر و خوبترش، و مصلحت زا بتانن که به پیش ببرن. شما الان اینجا ببینید دوست عزیز که این ترجمه نکردیم برای که به زبان فارسی صحبت میکنه، آیا از دیدگاه قرآن میتوان زنان را کتک زد؟
حضرت آیت الله العظما سید کمال حیدری. ای کمال حیدری آیت الله العظما هست و شخصیت بسیار محترم است. من یک ویدیو هم تبصره کردم که از علمای شیعه است. خودش مرجع تقلید است برای یک گروه شیعه و خودش به دو زبان حاکمیت داره، عربی و زبان عراقی است. خودش عراقی است اما به زبان فارسی هم، چون هم در قم درس میده، هم در نجف بوده و از این مسائل هم این دو مرکز است که بعد در تشیع و اینا چی است. و این از دین قرآن کریم هم تعبیر خود میکنه که ببینیم که بشنویم. و ضمن آدم بسیار فهمیده است، با وصفه که ظاهرا یک ملا و آخوند است، اما خب در جامعه معاونت بوده که اگر همون با این لباس نمی بود واقعا یک مرجع تقلید بوده نمیتونست. مرجع تقلید است ولی آدم بسیار روشن است و کلیپای زیاد از ایشون دیدیم و بسیار آدم روشن، فوق آدم روشن و بیشتر به قرآنی قرآن تکیش به قرآن کریم است. و کتابایی که دمیش الموری کتاباش در پیشترش است، کتابای خودش است، مؤلفش خود از خودش است. شما فکر کنید که چقدر آدم رسیده و فهمیده است. شما الان دقت کنید، حالا فقط من یک مصداقش برای شما دیدم. اذا ضربتم فی الارض، آیه قرآن دیگه، ضربتم فی الارض یعنی چی؟ یعنی زمین رو زدید، یعنی سفر کردید. ضربتم فی الارض یعنی چی؟ یعنی از خانه تون چی شدی؟ دور شدی؟ نه دور شدی. پس در ضربه ماده افتراق آمد، دور شدن آمد. دقت کنید، شما الان کارگرا اگر میخوان کار نکنن چی کار میکنن؟ میگید تعصب، اعتصاب کردن. میدونید اعتصاب در عربی چی میگن؟ میگن اضراب، اضراب کردن. اضراب یعنی چی؟ یعنی از کارشون چی شدن؟ فاصله گرفتن. آیه میگه اگر شما دیدید حرف به درد نخورد فلان فلان، از خانه دور بشید، فاصله بگیرید. چرا مسلمان ما، واعظ و مبلغ مسلمان ما در قرنها قدم معنای زدن را انتخاب کرده و معنایی که همیشه کوبنده بوده و زننده بوده؟ برنامه برگشت به قرآن بفرمایید. بله سلام، سلام خواهر گرم، خوب هستین؟ صحت شما خوب؟ سلامت باشین، زنده باشین، بفرمایید. برنامه را گوش میکردم از طریق برنامه عالی. لطف دارید. ولی اول در اینجا است که وقتی ما مسلمان ها، ما مخصوصا ما افغان ها، بله، سال 400 سال زمین و جمهوران بر ماندیم. بله متاسفانه، متاسفانه از 400 سال پیش شده هنوز ما در این جفا، هنوز ما در این جفا هستیم. دنیا با کجا رسیده با خدا و خدا مزمد شده. ما امید از خداوند رحم کنه که ما در این جفا در یک روز برای بله خیلی. درست میگه، درست میگه، بسیار درست میگه. خدا میرواند و خدا که من بشنام برنامه اسلامی را که در منافون زده میشه از آجی بهش گفت میدنن که من چون میخنم و بین تابوت زده علال است یا حرام است یا حلال است یا هی حرام است. بله من واقعا ایران میمانم که یعنی مردم جهان به کجا رسیدن و ما افغان ها، افغانستان، خود عربا همون از این جفا بر اومدن. والا در بین عربا، عربا در بین عربا روشنی زیاد آمده خوشبختانه. چرا من کلیپای را که من کلیپای از اینا را زیاد میشنوم و بسیار محققین است که آزادانه صحبت میکنن، در تلویزیون ها میبراین نظرات خود را میگن و چه خوشبختانه. که یک بچه روشن، یک بچه واقعا بچه مادر، ما واقعا متاسف هستم برای مملکت ما. ملی ملی دیگه به خیلی که خیلی امی از 1400 سال برسته کنند والا ببینیم ببین اخبار کل که متاسفانه در کلچر ما اینقدر ریشه پیدا کرده که انوز رنگ به نام دین شکنجه میکنن خانمارا، به نام دین
صدمه میزنن، لتکوب میکنن به نام دین، اینا باید برشون توضیح داده شده که نه بابا اصلا انسانیت، اصلا دور از انسانیت هست اسلام. اسلام گوشا که بسته باشه، گوشا را که خداوند خودش گفته که ما بسته کرید، 1400 سال که نرفت. درست میگن، درست میگن، برای اینکه نمی تبلیغ غلط میشه برشون. متاسفانه که مملکت ما هیچ وقت آزاد نمیشه تا عزیز بند و عزیز بازار. بسیار تشکر میکنم، بسیار خیلی خدا همراهتان باشه، بسیار تشکر. ولی بسیار بسیار درست میگن، بسیار درست میگن و هیچ وقت خلاص نمیشیم تا وقتی که ما خود را آزاد نکنیم. بنامی برگشت به قرآن بفرمید. بله آقای مباشر، سلام علیکم. بارگزه شما را سندیه گذارم. آقای بارگزه عزیز خوب هستین؟ صحت شما خوب؟ شما خوب جان، تون جو بخیر، سلامت باشین. مطالب تمام شنیدم، من یک نظر دارم جان. اینطور مطرح میکنم که در شرایط امروزی با برفتن، با بلند رفتن سطح آگاهی و دانایی بشر، بله، از زدن و تنبیه کودکان ما یک فاجعه بسیار بزرگ است. کاملا درست میگه، کاملا درست میگه. کای خود ما بزنیم، تنبیه کنیم اونا دروغگوی و حساب کینه‌ای، پنهانکار و ریاکار بار میشن. بله. اگر ما کودکای خود از خود دور بسازیم در وقتی که یک کار خراب میکنن، اونا از آغوش پدر خود محروم احساس میکنن، از تحفه و مکافات پدر و مادر خود محروم نگاه میکنن، با واسطه از اون چیزی به دست بیارن کوشش میکنن که در خانه مؤدب باشن، معزز باشن و رعایت آداب و ادب و قوانین خانواده را بکنن که طرف پاداش پدر و مادر قرار بگیره. من. اگر قرار باشه که شوهر خانم تحت تنبیه، لعنت و کوب و شکنجه و ضرب و شلاق قرار بده، کسی که صاحب عقل و صاحب منطق و صاحب کرکتر است چطور میتونه که او خود در مقابل شلاق و ضربه خود اصلاح بکنه؟ مگر بیوز شلاق باید امور چیزایی که خداوند همه کرده که باید جایتان را دور بکنین، صحبت نکنین و در رخت خواب خود دور بسازین و با شورا و تفاهم و مفاهمه جاربین مشکلات طرف اینه با تر مسائل و تر مشکلات حل بسازن، امشکلات و سمینیت و اعتقاد اتفاق بلند میره و گراف جدایی و طلاق و خوشنط های فامیلی هم کاهش پیدا میکنه. انشالله. بسیار بسیار درست، بسیار لطف کردین آقای بارکزه عزیز، بسیار تشکر. بله کاملا درست است و کاملا معقول و راستی، مثل که خواهر ما زنگ زدن که یاد کردن که 1400 سال هنوز هم ادامه داره، جای بسیار تأسف است که راستی هم ادامه کرد 1400 سال و 1400 سال چون در بخش لتکوب زنها گفتیم، ما امروز بحث ما سرزی بود، 1400 سال زن مسلمان رنج بردن، 1400 سال لتکوب خوردن. البته ما انسان های خوب شریف داریم، شکر میلیون ها انسان های مسلمان های خوب شریف داریم در طول تاریخ داشتیم که اونا از وقت از عقل سلیم کار میگیرن. اصلا ممکن نیست که زدن مثل که برادرم آقای بارکزه یاد کردن، اصلا مفید نیست، مضر است. لتکوب چی معنا؟ مخالف قرآن، مخالف عقل انسان، مخالف کرامت بشری، مخالف همه چیز است. شما فکر بکنین که در اون فامیلی که زن لتکوب میشه، از او اولاد، از او اولاد چه توقع هست که چه قسم رشد بکنن؟ او اولاد تربیش چه خراب شدن؟ چقدر عقده‌ای بار آمده و چقدر عقده‌ای خودش فامیل تشکیل میکنن و چقدر عقده‌ای برخورد با فامیل خود میکنن، با محیط و ماحول خود میکنن. و از کجا خراب شده؟ از ریشه، ریشهش پدرش و ملای نادانش که بر پدرش تعلیم میزده و میره دیگه، میره به این شکل ادامه پیدا کردن. حتی او اولادایی که در بطن مادر است، هورمون هایی که ترشح میشه که باید ترشح شو نمیشه، یا باید ترشح نشه ترشح میشه، مرزی که ناراحت است مادر. ببینید که ما مشکل کلان ما ایست که هر چیزی که ملا میگه ما قبول میکنیم، هر چیزی ملا گفته قبول کرد خلاص. این کرامت انسانی ما را زیر پا سوال برده که ما عقل داریم بابا. چقدر فامیلا غلط
روش کردن، اقدهی، کینهی و این مسائل بار آمدند. و قرآن کریم اوسو بیاد میکنه در سوره روم آیه 21-60 فکر میکنم: و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. یعنی از آیات خداوند یکی همیست که از جفت، از جنس خود شما جفت شما را خلق کرد، لتسکنوا الیها، تا در کنارشون آرام بگیره. آیا مگر لتکوب آرامیست؟ و چه قسم احساس برو خانم باند اگر در مقابل شوهرش، فامیلش، اولادش چه قسم احساس؟ اصلا احساس چی نوع احساس خواهد داشت؟ و چی نوع آرامش را شوهر انتظار دار از او خانم؟ لتسکنو الیها، تا در کنارشون آرام بگیره. چی نوع آرامش اصلا ممکن نیست؟ اصلا مخالف قرآن، مخالف کرامت انسانی، مخالف همه چیز، مخالف ساینس و علم و تکنولوژی و همه چیز. ولی 1400 سال دوام کردن. چرا دوام کردن؟ بر از اینکه تبلیغ شدن، بر از اینکه مسلمان ما و حق خود کار نگرفت، هر چیزی که ملا از من برگفت قبولش کرد، گفت ملا میفهمه. روی مشکل کلان است که ما داشتیم و مشکل کلان است که ما هنوزم امرایش، یعنی هنوزم آخر نشده. درست از میلیون ها انسان های خوب داریم، اما جامع امت بسیار بکج راه کشان نشده است. برحال آقای رحمت الله حمیدی هم یک سوال را مطرح کردن، که یک سوال کردن در مورد آیه 76 سوره انعام، 76 سوره انعام که در مورد حضرت ابراهیم است: فلما جن علیه اللیل رعا کوکبا قال هذا ربی. وقتی که شب ناپدید شد در حقیقت، یا جن علیه اللیل چیز آمد، شب آمد و ستاره ها دیده شد و قال هذا ربی، حضرت ابراهیم گفت اینی ربم است، فلما خوی خدایم است. فلما افل، وقتی که زایل شد، قال الله بالآفلین، لا احب الافلین، من چیزی که ناپدید میشه من او را خدای خود نمیگیرم، او را دوست ندارم. ببینید امیام ارتباط به مسئله عقل انسان داره. حضرت ابراهیم شخصیتی بودن تقریبا 4000 سال پیش زندگی میکردن، 4000 سال پیش زندگی میکردن، و حضرت ابراهیم 4000 سال پیش. همین خطام بگیرم بیم فراموش نکنیم، بیم انشاءالله روش صحبت میکنیم. برنامه برگز به قرآن بفرمایید. آقای واسف، ما بارزه هستم، عرض مجدد خواهش میکنم، بفرمایید. همین در وقتی که ما در دوره طفولیت و نوجوانی و کودکی در مکتب ابتدایه و لیسه و متوسطه بودیم، در پس هر معلم چوب بود و در چهار میدادن که تا نباشد تو چوبه تر فرمان نبرد گاو خر. متاسفانه کی از کجا آمده بود، دیده کی گفته بود که تو این چیزی که در خصوص حیوان است سان گیره دو جو دادن، و همیشه شاگرد ها تحت لط و کوب و شکنجه معلم و سرمعلم و چپرازی مدد قرار گرفته بود. راست میگه، نمی فرهنگ در فامیلا انتقال کرده که پدر و مادرم امیرم نگفت تا نباشد چوبه تر فرمان نبرد گاو خر. متاسفانه برای بلی شهرون خانم رو میزد و خانم اولادا رو میزد، یا پدر اولادا رو میزد، چوب در خانه و فلقه و قنچین و شلاب در خانه بود. ملی و میر و محبت و دوستی و صمیمیت تنبیه و لکه کوبی در پاس کاملا خواهش میکنم تشریف برین کمی از کجا آمده بود. بسیار لطف کردیم، بسیار لطف کردیم، خواهش میکنم، خدا همراهتان باشه. بسیار تشکر آقای بارزه عزیز. بله واقعا ببینیم که همین مشکل، خب مشکل کلان هست، یک کلچر عقب مانده، و یک کلچر ما به نام دین شکل گرفته. دینی که من در ابتدا یاد کردم که دین سیاسی با دین روایتی، دین خرافاتی بوده. خرافات آمده به در اعماق خانه های ما، فامیل های ما نفوذ پیدا کرده. طفل ما، زن ما، پیر و جوان رشد کردن راهش. سیستم و کلچر در مکاتب به خاطر روایات مزخرفی که در یک روایات آمده که پیامبر خدا گفته، اون روایات پیامبر یاد میکنن،
که طفلتان 10 ساله شد بزنین اگه نماز نخوان. حالا اگه طفل 10 ساله شد 12 ساله شد و که قتل بالت و کب نماز بود، او چه قسم نماز خواد بود؟ او چه قسم روزه گرفتن خواد بود؟ او چه قسم عبادت خواد بود؟ مثل که آقای بارزه یاد کردن که با محبت و صمیمیت اینا اولاد باید خدای خود را درک بکنه، خدا را دوست داشته باشد، محبت بورزد. نه بیانه که خدای اگه نخوانم ملت کوب است و کشتن است و زدن و بستن و در آخر تا ماتش روزه. اصلا کاملا کلچر ما شکل گرفته با دروغ ها، با اینمی روایات و خرافات که صدها هزار بوده اینا. حالیم کم نیست، حالیم ده ها هزار از این روایات است. ده ها هزار از این روایات است که اصلا قرآن رول ندارد بین مسلمان. و از منبرها قرآن درس داده نمیشه، تعلیم داده نمیشه. اونمی چی داده تعلیم داده میشه؟ که لطکوب چوب خر تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو خر. ببینین اولاده رئیس حیوان، تشبیه به حیوان کردن. و ما گفتیم اینو بیم ملا که گفت درست میگه دیگه، ملاست دیگه، ما فامیده از دانسته است، دین ماست دیگه. در حالی که اینا خرافات بوده که دین را فرا گرفتن. و این خرافات باید چی نشود؟ این خرافات باید ریشهش خشک شود. و مسلمان به سوی کتاب خود، اوی کتابی که ایمان داره برش، به زبان ایمان داره، در عمل پیاده بکنه. و ما بتانیم که جامعه خود را، فامیل خود را، مردم خود را از جهالت نجات بدیم، بخصوص در وطن ما، در وطن عزیز ما افغانستان. طفلای ما، طفلای چقدر اذیت میشن امروز به نام دین، به نام خرافات دینی اذیت میشن، در مکاتب، در مدرسه ها، در خانه ها، توسط پدر مادر را به افتخار افتخار رو میکنن که این دین ماست. در حالی که خرافات، یکی از شیخ های چیز که ما کلپاش باید زیاد بارم، شیخ هم نیست، محقق مصریست، یاد میکنن دین ابلیس، به نام دین ابلیس برنامه داره. میگه دین ابلیس از دین ما نیست، دین قرآن نیست، دینی که در جهان از دین اسلام، دین ابلیس است. در از اینکه قانون ابلیس کار میکنن، قانون خدا نیست. و واقعا قانون خدا نیست. نه از طرف ملا درس داده میشه، نه از طرف عالم و فقیه و دکتر و اینا. و پدر و مادر بیچاره میگیرن از اون چه فکر میکنن، ملای ما چیزی در راز کلاش کلان و چپن و عبا و قباشون خوب است، قلقلان میکنن و خوب میفهمه دیگه. در حالی که اونم خرافات است. این دین ما دین خرافاتی است. باید جلوش چیده شود، باید ریشهایش خوش شود، باید مردم ما دست به هم بتن. فقط به سوی انسانیت برگردن، ببینید فقط عقل سلیم انسان. همینجا هم که یاد کردن در میای که آقای رحمت الله حمیدی که یاد کردن که حضرت ابراهیم علیه السلام 4000 سال پیش زندگی میکرد و وقت ستاره رو دید در شب، گفت خدایم است. صبح شد ستاره ناپدید شد، گفت نه خدایم نیست، بعضی که خدا ناپدید شده نمیتونه. آفتاب برآمد، گفتی خدا اکبر است. آفتاب شب شد، آفتاب غروب کرد، گفتی خدا غروب نمی کنه. ببینید چی درس برای ما میده. برای اینکه حضرت ابراهیم 1400 سال، 4000 سال پیش زندگی میکرد از ما امروز، ولی او شخصیت در تکاپوی حقیقت بودن، باید حقیقت را درک بکنن، به دنبال حقیقت بودن که حقیقت باید پیدا بکنن، درکش بکنن و بگیرن و بپذیرن. حضرت ابراهیم بود دیگه، شخصیت والا انسانی. 4000 سال پیش باور بکنه عزیزای من، امروز مسلمان ما 4000 سال بعد اونم تو مثل حضرت ابراهیم فکر نمی کنده بودن. یعنی 4000 سال معقب هستیم امروز به نام دین. خرافات به نام دین آمده و ابراهیم از عقل خود کار گرفت. اونجا دید که
دید که آفتاب بزرگ فیلم خیلی کلی جهان نورانی ساخت، یعنی چیز دید که غروب کرد که نه با خدا غروب نمی کنه، از عقل خود کار کرد، گفت چه قسم خدا بوده می تانه که یعنی ما رو می کشانه به سوی تعقل خرد ما، گفت چه قسم خدا باشه که ظاهر شد و ناپدی چه خدا بوده نمی تانه. عقلانه فکر کرد از زد ابراهیم، درس عقل و خرد برای ما داد. 1400 سال پیشتر نه کالج رفته بود، نه مکتب خوانده بود، نه مدرسه و نه الازهر و نه قم و نه نجف، یاره نیده بود، ولی از عقل سلیم که خدا برش داده بود استفاده کرده بود. و این عقل که ما گفتم امروز 1400 سال بعد در قرن 21 ما زندگی میکنیم، هنوز مردم ما از ملا و منبر هر چیزی که میشنه اونم را قبول میکنن، از اخلاق کار نمیگیرن، در حالی که خداوند سخت نکوهش کرده ایره. سخت نکوهش کرده در کجا؟ سوره انفال، سوره 8 قرآن پاک، آیه 22 ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدترین جنبنده ها، ببینید خدا چی یاد میکنه، نه تنها بدترین انسان ها، بدترین جنبنده ها، میگه اونا کسایی هستند که صم بكم کر و گنگ هستند، الذين لا يعقلون، که از عقل خود کار نمیگیرن، از عقل خود کار نمیگیرن. 1400 سال میگذره، مسلمان ما در زیر منبر زانو میزنن، میشنون هر خرافات را که ملا برشون بگه. ملای خوب، امیدوار است ملای ما خوب شد. چرا ملا اگر خوب شد جامعه ما به صورت تغییر میکنه. ملای ما اگر خرافاتی هست مثل کسی بانن، به می خرافات میمیرن و به مو شیطان میپیوندن. باور بکنید اگه به این خرافاتی که زندگی میکنن به می شکل بانن، با اونمو شیطان میپیوندن. خدا نیست میجه، خدای طبقه خدایی که خالق جهان است نیست، شیطان است. خرافات شیطان میخواید، خرافات خدا نمیخواید. خداوند دین روان، قرآن روان کرد، پیامبر روان کرد که ما مبارزه بر علیه خرافات بکنیم. خرافات اینقدر عمیق و ریشه دار بود که خود دین خرافاتی ساخت، یک دم دین خرافاتی ساخت. دین امروز قرآن جول نداره بین مردم، سر زیاد صحبت ها زیاد است، کلش خرافات رول داره. حتی قرآن هم نفهم میکنه، قرآن دور مندازن اصلا، اون خرافات میگه پیامبر ما گفتن، ملا و منبر هم صحبت میکنن. و این چیزهاییست که جامعه ما باید تکان بخوریم، بیدار شویم و از عقل سلیم کار بگیریم. باور بکنین از عقل سلیم کار بگیریم، حتی در بسا موارد ضرورت به قرآن کریم نیست. حضرت ابراهیم چی داشت؟ برش وحی شده بود، جوان بود، یا حالت اگه من براتون میگم در حالت جوانیش بود. حضرت ابراهیم خودش در بت تراشی کار میکرد، ولی فهمید که نه، بود هم میتراشنش هم عبادت میکنن، نه خدا بوده نمیتونن، آفتاب نمیتونن، محتاب نمیتونن. ببینید از عقل سلیم کار گرفت و به شخصیت رسید که امروز پدر معنوی تمام وحدانیت است، که وقت ما تمام است. اما دو سال کامنتاشان رو در فیسبوک نگرفتم، انشاءالله که فرصت نشد به رفته اینده میخوانم و یک دقیقه وقت دیگه هم هنوز داریم دیگه. خداوند توفیق ما را نصیب بکنه که اگر بتانیم دست به هم بتیم که این خرافات را هر چی زودتر دامنش بچینیم، دست به هم بتیم که هر چی زودتر خشکش بکنیم و به جایش خوبی ها، محبت، صمیمیت، اخلاص و اخوت و برادری با همه اقوام و با همه مردم جهان ما داشته باشیم و بتونیم یک فضای، یک جهان پر از صلح و سلامتی را ایجاد بکنیم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین، شما را به خداوند سبحان مسپارم. هفته خوب و خوش داشته باشیم.